بندر خرد توشکو در ولایت مرسینی ترکیه جای کمیافته برای فرار از آتش جنگ در لبنان در دو هفته آخر از بندر شهر تریپالی لبنان کشتی مسافرکشی نزدیک به 1300 نفر را تا ترکیه رساند مسئولان بندر توشکو میگویند که شماره پناهجویان بیشتر شده است در جنگ اسرائیل و گروه حزب الله در لبنان بیشتری پروازها قطع و بلیت ها گران شدند و فرار از جنگ با کشتی یگانه راه خلاصی مانده است. هیچ پروازه نیست. یگان شرکت هم پرواز کند نرخ بلیتش آسمانی است. حدود 900 دلار. از این رو با راه بحر بیرون شدم. این هم گران است ولی دیگر راه نبود. امروز ما از تریپولی به اینجا آمدیم و باید به غنای افریقا پرواز کنم که جای کارم آنجاست. هفت سال در لبنان بودم. باری یکم است که با کشتی سفر کردم. بد نبود. دوازده ساعت در راه بودیم. پس از دو هفته ای حمله ای اسرائیل از آسمان و زمین به لبنان هزاران نفر مجبور شدند که این کشور را ترک کنند. برخی در ترکیه نگرانند. که موج دیگری از پناهجویان به این کشور می رزد. به این هم ترکیه میزبان 3.5 میلیون پناهجو بزرگترین جمعیت پناهجویان در جهان است. صاحب کشتی که فراریان را از لبنان تا ترکیه آورد میگوید که اکثر پناهجویان در ترکیه طولانی ماندنی نیستند. بعدی حادیثه های اخیر بمب باران های اسرائیل شرکت های هوایی از پرواز به لبنان با دلیل های امنیتی خودداری کردند. پایان جنگ در لبنان معلوم نیست و شدت آن در حال افزایش است. معلوم نیست که پناهجویان کی دوباره به وطنشان برمیگردند.